سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم نشست وزیران خارجی کشورهای عضو دهلیز اقتصادی لاجورد در مورد استفاده از این دهلیز در اشقابات مرکز ترکمنستان برگزار شد مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که تلاش دارند تا برای بازرگانان افغانستان سهولت هایی را ایجاد کنند تا از این مسیر استفاده خوب صورت گیرد و اینجا برای بحث بیشتر حسیب ریمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع کابل با ما هستن ریمی صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش درود بر شما سلامت باشید آقای ریمی راه لاجورد دقیقا چقدر میدونه که برای صادرات ما سودمند باشه سپاس از شما بحث دهلیز تجارتی و ترانزیتی لاجورد از چندین سال پیشو در یک ابتکاری که از جانب وزارت خارجه افغانستان صورت گرفته بود و بعدش با کشورهای عضو از این توافقنامه یا راه ترانزیتی و تجارتی که همانا ترکمنستان، گرجستان، ترکیه و ترکمنستان، ترکیه، گرجستان، افغانستان هست این بحث آغاز شده بود در مورد راه لاجورد و چگونگی راه لاجورد است از بدلیل این که مباحث خیلی زیاد شده در مورد راه لاجورد و چون قرار است تا چند روز دیگه اولین معموله امتحانی از این مسیر بروند راه لاجورد و همگان معلوم است که راه لاجورد چی؟ اما ما میخواییم که بحث امروزی را از دو منظر وارد از این بحث شویم بحث اول این که راه لاجورد از لحاظ تخنیکی چگونه میتونه مفید و مؤثر بر اقتصاد افغانستان باشه و بحث دوم که راه لاجورد چگونه میتونه از دید سیاسی سیاسی اقتصادی در سطح منطقه بر آسیب پذیر باشه در بحث تکنیکی راه لاجورد راه لاجورد یک فرصت خیلی خوب اقتصادی مثل فرصت های دیگه که بر افغانستان دست داده یک فرصت خیلی خوب اقتصادی به خاطر وصل کردن افغانستان به آبهای آزاد و همچنان ایجاد سهولت بیشتر ترانزیتی به خاطر انتقال اموال به افغانستان همچنان انتقال اموال بیرونی به داخل افغانستان یک فرصت خیلی خوب هست حالا ببینین افغانستان با در نظر داشته موقعیت جغرافیایی که داره از لحاظ مهاد به بودنش همواره متکی به بالای پاکستان و ایران بوده دوتا همسایه که متاسفانه خواستهای خودشان بیشتر برشان مهم است نسبت به های مق... منطقوی و اقتصادی نظر بر اساس میارات بین المللی آنچه که در بحث راهی لاجورد خیلی مهم است این است که افغانستان از یک اتکای کلی بالای پاکستان و ایران که داشت به خاطر دسترسی به آبهای آزاد ای اتکاره کمتر می حتی در بس موارد, بس موارد کاملا افغانستان از لحاظ دسترسی به آبهای آزاد و بهیره سیاه متکی به خودش می سازه. و همچنان افغانستان قسمه که در تاریخ از شده من حیث قلب آسیا یا من حیث ارتباط دهنده کشورها در سطح منطقه از لحاظ ترانزیتی و تجارتی هست یک دلیل دهلیز تجارتی که افغانستان نام گذاشته شده اونمو دهلیز به گونه واقعیش میتونه عملی بسازه در صورت که راه لاجورد به گونه درست و آنچه که در روی ورقها ها شده و نوشته شده به مو ترتیب ای چی بکنن تطبیق شود بحث تخن... بحث تکنیکی که در مورد راه لاجورد وجود داره زیر بناهایی را که نیاز به عمل عملیاتی ساختن از این راه لاجورد یا مو اپریشنل ساختن راه لاجورد نیاز هست در کشورهای دیگی عضو از توافق نامه که بارد ترکمنستان و ترکی همی ترکیه می باشه در اونجا از قبل وجود داره اما یگانه بحثی که ما در قسمت راه لاجورد داریم بحث داخل افغانستان و زیر بناهای گمرکاتی و زیر, بناهای زیر انتقالی و ترانسپورتی و ترانزیتی در داخل افغانستان هست که متاسفانه تا به ال که ما شما صحبت میکنیم در بندر ترغندی و آقینه این دو بندری است که بحث راه لاجورد مربوط به می دو بندر میشه زیر که بتونه به صورت محمد و موثر از موجودیت راه لاجورد در داخل افغانستان استفاده شد متاسفانه وجود نداره هنوز این زیرساخت ها شامل بحث سرک میشه بحث خط آهن میشه بحث تسهیلات گمرکی میشه بحث دیتابیس ها و تکنولوژی در داخل گمرک میشه بحث تصفیه گمرکی ب... گمرکی به گونه خیلی سریع که در دیگه کشورها صورت میگیره میشه و بالاخره بس موارد دیگه که مربوط به گدام مربوط به تخلیه و و بحث های دیگه در در بندر میشه متاسفانه هنوز در, سمت افغانستان وجود ندارد باز شدن این مسیر برای افغانستان یک فرصت خیلی طلایی است دقیقا نظر به تجارب گذاشته چگونه از این فرصت باید استفاده شود و تلاش حکمت افغانستان برای باز کردن این را چگونه باید باشه تا حالا چقدر تلاش هایشان خب بس نتیجه یک چیزی که ما فراموش نکنیم این بوده که ابتکار ابتکار افغانستان بوده و در رأس از این پروژه افغانستان قرار داشته و بیشتر روی عملیاتی شدن از ای از طرح یا پلان یا می دهلیز تجارتی و ترانزیتی راه لاجورد افغانستان بیشتر تاکید داشته به از اینکه نیاز افغانستان نیاز فعلی افغانستان همین راه لاجورد به گونه جدی هست به دلیل از اینکه فرصت های دیگه مثل دهلیز های هوایی که به خاطر انتقال اموال افغانستان به بیرون از کشور ایجاد شده اینا راحل های مقتعی هستند که میتونند تا یک مدت زمانی را معثر باشند تا یک مدت زمان دیگه بالاخره به با یک بنبست کشانیده شدند و نتانه که در دراز مدت افغانستان کمک بکنه در بحث صادراتی شدن اما راه لاجورد یک راه بنیادی و ریشهی هست که نه تنها افغانستان در قسمت صادرات کمک میکنه بلکه بر اساس سنجش های ابتدایی که شده ارزان ترین راه ترانسپورتی بر افغانستان بخصوص خصوص به کشورهای اروپایی خارج از کشورهای عضو امی توافقنامه دهلیز ترانزیتی و تجارتی لاجورد به کشورهای اروپایی یکی از راه های ارزان که خیلی ارزان تمام میشه از لحاظ مالی همین راه لاجورد هست و ای یک راهی نیست که فقط به نفع صادرات افغانستان باشه همچنان میتونه افغانستان کمک بکنه در قسمت واردات و قسمت توسعه تجارت در در با کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه کدام کشورها خب این بحث اگر شما در موضوع راه لاجورد دقیق شوین میره به طرف آسیای مرکزی از آسیای مرکزی به ترکیه از, تر... از ترکیه از طریق آبهای آزاد به کشورهای اروپایی یعنی ما اگر این راه لاجورد به گونه درست استفاده بکنیم نه تنها ما راه آسیای میانه را پوشش دادیم بلکه ترکیه و کشورهای اروپایی را هم ما تحت پوشش از این راه قرار میتیم و دسترسی افغانستان با بهیره آبهای آزاد زمانی که تامین میشه باز ای های آزاد دیگه محدوده نداره باز میتونه که به کشورهای دیگه هم افغانستان صادرات داشته باشه نظر شما است که تلاش حکومت افغانستان چگونه باید باشه برنامه ریزی ها چگونه باید باشه که ما از این مسیر استفاده درست بکنیم تا بتوانیم به آبهای آزاد راه را پیدا کنیم و اموال صادراتی ما به کشورهای اروپایی هم خب یک بحث تکنیکی را که ما کردیم پیشتر که از لحاظ تکنیکی بله. چگونه ما اثر میتونه باشه در در بحث افغانستان اما یک تا بحث سیاسی هم در در قبال راه لاجورد وجود داره در این بحث سیاسی دو تا بحث دیگه وجود داره یک بحثی توافقات منطقی با کشورهای مثل روسیه ایران و پاکستان است و بحث دوم بحث امنیتی هست که کشورهایی که متاسفانه در قسمت نامسازی در افغانستان نقش عمده دارن اونا میتونن اینمی مسیر و اینمی پروسه را کلا مختل بسازن در, در, در با اقداماتشان که میشه در بحث راه لاجورد اگر روسیه من حیث یک کشور مقتدر در آسیای میانه اگر در تطبیق پروسه استفاده از راه لاجوارد یا پروسه تطبیق توافقنامه راه لاجوارد و پلان عملیاتی ازی کمک نکنه متاسفانه راه لاجورد نمیتونه که موفق شود به دلیل ازی که اقتدار را که روسیه در, در آسیای مرکزی داره متاسفانه میتونه تاثیرگذاری مستقیم بالای ازی تطبیق ازی کشورهای امین مسیر راه لاجورد دقیقا چقدر علاقه منی دارن که این راه فعال خب اونا ببینین در قسمت تجارت و اقتصاد و در بخصوص در بین کشورها همیشه یک معقولی حالت برد برد هست یا مو وین وین سچویشن را که در معقولی انگلیسی بهش اطلاق میکنن حالت برد برد هست حالا ببینین افغانستان یک چهارراه اقتصادی در منطقه هست و دلیل چهارراه اقتصادی هست که آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را با چین وصل میکنه تمامی کشورهای عضو از این توافقنامه در اول زمانی که توافقنامه راه لاجورد بحثش آغاز شد ترکیه از وزی توافق نامه نبود بعدا زمانی که دید که منفعت اقتصادی در در این راه لاجورد و تطبیق از این لاجورد وجود داره ترکیه هم از درخواست رسمی داد که ما از وینمی اینمی, اینمی توافق نامه یا اینمی مسیر راه لاجورد میشیم کشورهایی که در این مسیر وجود دارن اینا یک حالت برد برد در این مسئله دارن چون نه ترکمنستان، نه ترکیه، نه گرجستان و نه افغانستان بین هم مشکلات سیاسی دارن که در, در مثل که مشکلات سیاسی بین افغانستان و پاکستان هست به طور مثال مثل افغانستان و ایران هست یا مثل سایر کشورهای دیگه است. اینا در یک مبحث اقتصادی داخل شدن که اینا یک حالت برد برد ایجاد کردن که هم گرجستان، هم ترکمنستان، هم ترکیه از این مسئله منفیت میبرن منفعت اقتصادی میبرن و به سود کشورشان هست اما در این مسئله یک چیز را فراموش نکنیم که اونها کشورهایی هستند که از قبل تمامی زیرساخت های ترانزیتی و دسترسی اونها با پای آزاد تامین هست اونها میتونن که با استفاده از زیرساخت های خودشان کار بکنن اما این توافقنامه بیشترین مفیدیت و مؤثریت به افغانستان داره به دلیل از به افغانستان داره که افغانستان اتکا از یک طرف بالای ایران و پاکستان داره از طرف دیگر مهاد به خشکه هست و دسترسی به آب نداره و از طرف دیگه یک کشوری هست که نیازمند صادراتی شدن هست حالا افغانستان نیاز داره صادراتی چقدر میتونه که ما نتوانیم از این مسیر استفاده بکنیم؟ برمیگرده به ای حکومت افغانستان که مگذارم حکومتی که ایرا پاسخ بتن بخصوص وزارت محترم خارجه که چقدر در قسمت تشویق و ترغیب روسیه، پاکستان و ایران به خاطر حمایت از این راه لاجورد موفق بودند. این بحثی است که من نمیخوایم به این بپردازم، نمیخوایم به نمایندگی از حکومت گپ بزنم، اما آنچه که از دید اقتصادی مطرح میشه، این می بحث است که اینمی سیاست ها و اینمی روابط تجارتی و منطقه‌ای و گفتگوهای منطقه‌ای بالای از این راه، بالای از این مسیر تاثیرگذار هست. حالا اگر شما فکر بکنین که راه لاجورد که قرار است معمولی اولین معمولیش تا چند روز برای بره و امتیانی بره با اونو بنبست پس دوباره بر بگرده که خط آهنه که از چین از یکی از ایالت های چین به حیرتان ها آمد با اونو بنبست اگر برسه اولین بعدش اولین معموله به مو شکل شد اگر یادتان باشه چند وقت پیش از یک شهر بود که دقیقا نمو شهر فعلا یاد من نیست چون شهر چین اکثرا نامای مشکل داره به حیرتان می آمد رای خط آهن بود که همگی خوشبین بودن که ما فرصت بسیار خوبی داریم به خاطر استفاده از این مسیر و استفاده از مسیر بسیار ساده و مسیر بسیار ارزانه به خاطر دسترسی به چین و همچنان چین با آسیای جنوبی و این بحثا اگر این به این بست... بیشتر انتقالات ما از طریق خطوط آهن خواهیم داشت در اینجا آیا در موضوع خطوط آهن ما بارکود داریم چگونه هست؟ خب بحث, بحث تکنیکی قسمی بله. که ما پیشترم بله بحثی که ما پیشترم صحبت رویش کردم بحث تکنیکی هست از لحاظ تکنیکی ما یک مقدار مشکلات زیاد داریم بحث خط آهن که در داخل افغانستان هست بیشتر یک بحث تکنیکی دارن به نام گیچ میگنش امو وسایلی که در در خط آهن استفاده, استفاده شده آه او گیچ ها در افغانستان میارش پایانتر است نسبت به گیچ هایی که در مثلا در ترکمنستان و در آذربایجان و در اینی کشورهای دیگه استفاده شده یگانه گیچه که فعلا در درمی پنج شش کشوری که شامل از این موافقت نامه هست گیچی که در داخل افغانستان استفاده شده اما در آزربا... در گرجستان هم استفاده میشه حالا ما به این بحث تکنیکی خیلی خیلی زیاد تکنیکیش اگر بپردازیم به بیننده ها هم خسته کن میشه و بر, بر همه ما شما خسته کن میشه حالا ما از دید کلی که به این بحث میپردازیم زیر ساخت هایی که در داخل افغانستان وجود موجود هست با میاره که در توافقنامه راه ورد مطرح شده و همچنان در پلان عملیاتی راه لاجورد مطرح شده متاسفانه او زیر که فعلا در افغانستان است با او میارات که در تافقنامه ها تذکر داده شده با او میارات وفق نداره یک میانه درست نداره ما باید زیر درون افغانستان بلند ببریم زیر گمرکی را بلند ببریم سهولت های گمرکی بلند برده شود جاده که در در این مسیر استفاده میشه کیفیتش بلند برده شود زیر های خط آهنی که در 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 این مسیر استفاده میشه بعد بیشتر ازش استفاده صورت بیشتر به معیار برابر شوه و از لحاظ تکنیکی ظرفیتش بلند بره و یک و از این مسائل تکنیکی که خیلی زیاد هست این مسائل تخنیکی باید آره همه شان معیارشان بلند بشه چقدر میتونه که انتقالات ما را از این مسیر به کندی موجود است. من یادم است که زمانی که اولین معمولی که از چین و حیرتان رسید امو واگون ها در ظرف 15 روز از چین به افغانستان رسید و حدود دو ماه یا سه ماه را در بر گرفت که فقط واگون ها تخلیه شود در داخل در داخل حیرتان الله ببینین حیرتان مقایسه حیرتان با آقینه اصلا قابل مقایسه نیست, نیست. مثلا حیرتان با ترغندی اصلا قابل مقایسه نیست به دلیل از اینکه سرمایه گذاری که در حیرتان صورت گرفته در آقینه و ترغندی صورت نگرفته متاسفانه حالا اگر اونجا به او شکل بس میشه حالا ببینین در آقینه و ترغندی چی خواهد شود این بحث ما به هیچ عنوان یک بحث منفیگرایی در قبال راه راجورد نباید تلقی شود ما باید زیر ساخت های خود را جور بکنیم اگر زیر ها جور شود راه لاجورد یک فرصت خیلی خوبی به خاطر صادراتی ساختن افغانستان است به خاطر دسترسی افغانستان با آبهای نازاد است به خاطر دسترسی افغانستان به قبل از باز کردن این را دقیقاً چرا بیشتر به زیر ساختها فکر نشده؟ کار صورت گرفته ما نمیگیم که مطلق کار صورت نگرفته کار صورت گرفته اما ما باز هم به یقیده هستم که بر افغانستان با در نظر داشت موقعیت جغرافیاییش با در نظر داشت اهمیت اقتصادی که در جغرافیای دنیا داره بخصوص در جغرافیای بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی افغانستان فرصت خیلی زیاد داره حالا ببینیم تاپی یک فرصت از کاسا یک هزار دیگه فرصت هست امی راه خط آهانی که از چین به حیرتان آمد دیگه فرصت هست راه دیگه فرصت از یک راه و یک فرصت هست از این قبیل فرصت های اقتصادی خیلی زیاد است در افغانستان اما اینکه ما چگونه از این فرصت ها استفاده موثر بکنیم برمیگرده به کدر مسلکی که در رأس ادارات اقتصادی و تجارتی در افغانستان فعالیت دارد. دفعه برنامه هستیم آقای ریمی برای استفاده از این فرصت ها دقیقا چقدر ما ظرفیت داریم در داخل کشور و با بعدقان باز هم راه لاجورد چقدر میتونه سودمند باشه یکی از موارد داره که برمز. متاثر می سازه جامعه سکتور خصوصی را بحث نبود ظرفیت استفاده از این فرصت ها هست به کدام دلیل میگم که متاسفانه در درون افغانستان فرصت ها بازم میگم مثل پیشتر فرصت ها خیلی زیاد است اما چگونگی استفاده از این فرصت ها برمیگرده به زیرساخت های افغانستان برمیگرده به مغز که بتاند تر راه, راه، نقشه راه به خاطر استفاده موثر از این فرصت ها باشه خیلی یک بحث جدی متاسفانه در افغانستان هست خیلی سپاس حسیب ریمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع کابل که شما در زیر بنا فوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید بر نرخ از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امید.